سوئد به تازگی بعد از گذر از موانع متعدد به پیمان ناتو پیوست. از مخالفت‌های ترکیه و مجارستان گرفته تا تهدیدهای روسیه، طی هفته‌های گذشته ترکیه و مجارستان بعد از 2.5 سال قبول کردند که سوئد عضو پیمان آتلانتیک شمالی بشه و دیروز پرچم سوئد در بلژیک مقر ناتو به عنوان 32 عضو ناتو برافراشته شد. در همین رابطه همکارم مهران عباسیان با علیرضا آخوندی نماینده پارلمان سوئد گفتگو کرده و ابتدا از او درباره اهمیت پیوستن سوئد به ناتو پرسیده. روز تاریخی بود، من خیلی خوشحالم. این یه سوالی که واسه حزب من خیلی مهم بوده، واسه شخص من خیلی مهم بوده. خب 200 سال ما هیچ طرفی نداشتیم، نیوترال بودیم تو چیزای نظامی. خب تغییر دادن این یه قدم خیلی بزرگیه، ولی خب با شرایطی که تو اروپا اتفاق افتاده بعد جنگ حمله روسیه به اوکراین، خب ما هم نیاز داریم حواسمون باشه که چجوری از امنیت خودمون دفاع میکنیم. خب این پیوستن سوئد به ناتو در واقع جلوگیری میکنه از حمله نظامی دیگر کشورها به سوئد. آیا برای اقداماتی مانند جمهوری اسلامی که قرار بوده در خاک سوئد در واقع حملات تروریستی انجام بده، این پیوستن سوئد به ناتو تاثیرگذار هست؟ بعید میدونم که تأثیر خاصی بخواد داشته باشه، به خاطر اینکه این همونطور که خودت اشاره کردی، عملیاتی که جمهوری اسلامی انجام میده حمله نظامی به کشور نیستش، عملیات تروریستیه که انجام میده و این عملیات چندین سال هم در سوئد هم در خاک اروپا انجام داده. واسه همین هم ما راهکارهای جدیدی، همین فعالیتایی که شخص من و دیگران کردن تو این 2 سالی که گذشته، که سپاه پاسداران و تروریست اعلام بکنیم و بتونیم از طریق این تروریست اعلام کردن ضربه اساسی به جمهوری اسلامی بزنیم. میخوام به عنوان آخرین سوال خیلی کوتاه پاسخ بدید، این نظرتون درباره اقدامات اخیر جمهوری اسلامی. پلیس امنیت میگه در حال حاضرم جمهوری اسلامی برنامه‌هایی برای اقدامات تروریستی در خاک سوئد داره. پلیس امنیتی چندین سال این حرفو داره میزنه و مهمه که دولت سوئد، سازمان‌های امنیتی و حتی اتحادیه اروپا این تهدیدها رو، این سیگنال‌ها رو جدی بگیرن، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی چندین بار در خاک اروپا همچنین عملیاتی انجام داده.